خبرگزاری رسمی عربستان سعودی اعلام کرده است آن کشور و ایران برای انتقال اجساد قربانیان ایرانی حادثه منا به توافق رسیدند. این خبرگزاری روز چهارشنبه هشتم مهر اعلام کرد دو طرف توافق کردند تا اجساد قربانیان ایرانی که هویت آنها مشخص شده است را در اسرع وقت به ایران انتقال دهند توافق صورت گرفته پس از دیدار وزیران بهداشت دو کشور در ریاض صورت گرفته است به این ترتیب وضعیت انتقال دستکم 239 پیکر از زائران ایرانی مشخص می شود. با این همه هنوز 241 نفر از جمله سفیر پیشین ایران در لبنان در فهرست مفقودین هستند و وضعیت آنها هنوز روشن نیست این در حالی است که سازمان حج و زیارت ایران روز پنجشنبه نهم مهر در اطلاعیه تعداد زائران کشته شده ایرانی را 464 نفر اعلام کرد در این اعلامیه گفته شده است این آمار نتیجه هفت روز پیگیری وضعیت آسیب دیدگان در حادثه مناس. وزیر بهداشت عربستان بر علاقه ریاض به همکاری با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. حسن قاضیزاده هاشمی وزیر بهداشت ایران هم گفته عربستان اطمینان داده برای مداوای مجروحان انتقال جان باختگان و شناسایی مفقودان حادثه هرگونه همکاری لازم را انجام خواهد داد آقای هاشمی در این حال گفته است پادشاه عربستان و هیئت وزیران آن کشور به ایران تسلیت گفتند در همین حال حسن قشقاوی معاون امور کنسولی وزارت خارجه ایران روز چهارشنبه هشتم مهر ماه گفت رفتار عربستان با ایران تفاوتی با بقیه کشورهایی که زائران آنها در حادثه منا جان باختند ندارد وی گفت سعودی ها در پیگیری حادثه رفتار بهتری در پیش گرفتند. آقای قشقابی همچنین به عملکرد رسانه های ایرانی هم در قبال این حادثه واکنش نشان داد و گفت راهبرد رسانه ایران باید در مسیر بازگشت پیکر جانباختگان باشد و هر نوع حرکت و شعار و تندروی که این موضوع را مخدوش کند خلاف مسلحت است. پیشتر برخی از رسانه های داخلی با اشاره به مفقود شدن قزمفر رکنابادی سفیر پیشین ایران در بیروت و نیز شماری از افراد رد بالای سیاسی و نظامی در حادثه منا این رویداد را به مفقود شدن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان تشبیه کرده و به اسرائیل نسبت داده بودند. همزمان عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران درباره توافق میان ایران و عربستان درباره اختلاف رخ داده پس از ماجرای منا گفت در سه محور با طرف سعودی توافق شده که قرار است طرف امروز و فردا این توافقات به مرحله اجرا درآید آقای رحمانی فضلی به همراه حسین هاشمی استاندار تهران صبح روز پنجشنبه نهم مهر ماه در منزل فرجالله تقیانی و قزمفر رکنابادی دو تن از مقام های ارشد نظام حاضر شد که در منا مفقود شدند آقای رحمانی فضلی گفت از روز فاجعه منا تا امروز مقام معظم رهبری سه بار در این خصوص سخنرانی کردند و البته سخنان ایشان موثر بود رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در نیویورک و تهران محور پیگیریها و اقدامات خود را فاجعه منا قرار دادند وزیر کشور ایران همچنین گفت بر اساس هماهنگی های انجام شده با طرف سعودی هر کاروانی که بخواهد میتواند زودتر به ایران برگردد همزمان عباس آخوندی وزیر راه اعلام کرده است کار بازگشت حجاج به ایران آغاز شده است وزیر کشور ایران همچنین هشدار داد به هیچ وجه زیر بار دفن شهدایمان در خاک عربستان نمی رویم. می گفته تلاش جمهوری اسلامی ایران انتقال همه اجساد به تهران است به همین منظور ده گروه تجسس تشکیل دادیم و تقریبا همه بیمارستان ها و سردخانه های رسمی عربستان را جستجو کردیم البته تعدادی از کانتینرهای سیار باقی مانده است که مجوز جستجوی آنها را نیز از سعودی ها دریافت کردیم در این مراسم همسر و دختر قزنفر رکنابادی سفیر اسبق ایران در لبنان ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وی از وزیر کشور خواستند تا بروکراسی اداری انتقال زائران خانه خود را هرچه سریعتر از بین ببرند تا خانواده ها هرچه سریعتر عزیزان خود را در کنار خود ببینند. جانکری وزیر خارجه ایالات متحده در تماسی تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه حملات هوایی روسیه با هدف سرکوب دولت اسلامی را مورد انتقاد قرار داده و آن را غیرسازنده سازنده خوانده است به گفته یک مقام بلندپایه آمریکایی عملیات نظامی روسیه در خاک سوریه با تلاش های مشترک جامعه بین المللی در پیکار با تروریست های وابسته به دولت اسلامی منافات دارد. بیشتر گفته شده بود که روسیه در مورد حمله هوایی به مواضع داعش در سوریه به مقامات آمریکایی اطلاع داده است اما وزارت خارجه آمریکا از شیوه انتقال این خبر انتقاد کرده است گفته می شود که تنها یک ساعت پیش از آغاز حمله روسیه یک افسر روسی در بغداد به سفارت آمریکا رفته و این خبر را به طور شفاهی به کارمندان داده است وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرده که افسر روسیه نامبرده از مقامات آمریکایی خواسته است که در خلال حمله روسیه هیچ جنگنده آمریکایی در حریم هوایی سوریه نباشد پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نیز در مورد گزارش های ابراز نگرانی کرده است که نشان میدهد روسیه با آغاز حملات هوایی خود در سوریه موازه غیر از مواضع داعش را هدف گرفته و به شورشیان مورد حمایت غرب حمله کرده است وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه هشتم مهرماه اعلام کرد جنگنده های آن کشور هشت موزه گروه موسوم به حکومت اسلامی را هدف قرار دادند خبرگزاری رسمی سوریه که تحت کنترل دولت بشار است نیز اعلام کرده این حملات هوایی علیه مواضع حکومت اسلامی در استان هومس انجام شده است در همین حال اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده گفت لازم است با احتیاط با این اطلاعات برخورد کرد به نظر می رسد حمله هوایی روسیه در مناطقی انجام شده که نیروهای داعش احتمالا در آن حضور ندارند به گزارش خبرگزاری رویترز دبیر کل ناتو ینس استولنبرگ در این زمینه گفته است در مورد گزارش هایی که حاکی حملات روسیه موازه داعش را هدف نگرفته نگرانم آقای استولنبرگ گفت به ویژه نگران این موضوع است که از طرف مسکو هیچ تلاشی برای اطلاع رسانی در مورد حملات و جلوگیری از برخورد احتمالی میان جنگنده های روسیه و هواپیماهای اعتلاف به رهبری آمریکا انجام نشده است سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه نیز اعلام کرده که افراتیون در مناطقی که هدف حمله قرار گرفتند حضور نداشتند در همین حال نماینده دائمی پادشاهی سعودی در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نهم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد از روسیه خواست تا عملیات بمباران نقاط شهری حومه هومس و هما در سوریه را متوقف کند این مقام عربستان سعودی گفت در این بمباران ها 36 غیر نظامی و از جمله زنان و کودکان کشته شدند نماینده دائمی پادشاهی سعودی در سازمان ملل گفت ریاض نگران عملیات نظامی روسیه در سوریه است همزمان خبرگزاری روسیه اسپوتنیک از قول ژنرال ایگور کناشنکوف سخنگوی وزارت دفاع روسیه نقل کرده است که در پی حملات آن کشور ادوات سنگین انبار سوخت و نیز موازعی در مناطق کوهستانی تخریب شدند به گفته آقای کناشنکوف همه حملات پس از هماهنگی با ارتش سوریه انجام شده است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه طی نطقی در شورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد که کشورش با تمام قوا به نبرد با تروریست پیوسته و حاضر است در این راستا با غرب همکاری کند پارلمان روسیه طی این مصوبه با عملیات خارجی ارتش روسیه علیه جهادگرایان در سوریه موافقت کرد دولت روسیه میگوید که در این عملیات به دنبال منافعی برای خود نیست عملیات برای مدتی محدود صورت میگیرد و صرفاً به بمباران مواضع گروه تروریستی داعش محدود می شود اما غرب نسبت به اقدام نظامی روسیه در سوریه نگران است و آن را در تقابل با تلاش های مشترک جامعه بین المللی در پیکار با داعش میداند آنطور که روز چهارشنبه وزارت دفاع روسیه تایید کرده جنگندهای این کشور مواضع داعش در سوریه رو بمباران کردن فرمان این حمله هوایی مستقیما از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه صادر شده البته او پیش از صدور فرمان حمله از پارلمان این کشور مجوز انجام عملیات نظامی در سوریه رو دریافت کرده بوده پوتین روز گذشته گفت که پیش از آغاز این حمله همه متحدان منطقه خودش و همینطور دیگر کشورها و از جمله امریکا رو در جریان این عملیات قرار داده روسیه مدعی است این حمله هوایی با هدف نابودی تجهیزات نظامی داعش انبارهای اسلحه و سیستم اطلاع رسانی اونها بوده اما در این حال امریکایی ها هم چندان روی خوشی به این حمله هوایی روس ها نشان ندادند. در واقع مسئله اصلی الان این هستش که برخی تردید دارن نسبت به حسن نیت روس ها در مورد آنچه که میگن هدفشون از این حملات مبارزه با داعش هستش منتقدان به ویژه معتقد هستند که روس ها در واقع مبارزه با داعش رو پوششی کردن برای حفظ و حمایت از رژیم اسد این تردید ها رو میشه در گفته های مقامات امریکایی به صورت تلویحی هم دید جانکری وزیر خارجه امریکا میگه امریکا تنها زمانی با حملات هوایی روس ها موافق است که مشخصا هدف این حملات داعش و القاعده باشه جانکری البته در اعتراض به حملات هوای روس ها با همتای روس خودش سرگی لاوروف هم تماس تلفنی داشت و انتقاد کرد از شیوه عملیات هوای روس ها و گفته این شیوه غیر سازنده استش او گفته که اغلب موازی که جنگنده های روس مورد حمله قرار دادن مناطقی بودن که اصولا داعش در اون مناطق تحرکی نداشته اما گویا روس ها پیش از آغاز این عملیات از امریکایی ها درخواست می کنن که هنگام انجام عملیات نیروهای اعتلاف پرواز جنگنده هاشون رو بر فراز آسمان سوریه و عراق به حالت تعلیق در بیارن این درخواست روس ها هم مورد قبول امریکایی ها قرار نمیگیره افزون بر اینکه وزارت خارج امریکا هم البته از این شیوه اطلاع رسانی روس ها انتقاد میکنه و میگه تنها یک ساعت قبل از آغاز عملیات یک افسر روس اون هم به صورت شفایی این خبر رو به صورت به سفارت امریکا در بغداد داده در این حال وزارت خارجه امریکا تاکید کرده که عملیات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری امریکا در عراق و سوریه طبق برنامه قبلی خودشون ادامه خواهد داشت و تغییری در برنامه اونها رخ نداده روس ها پس از پایان عملیات هوایی گفتند که هشت مرکز داعش رو در شمال سوریه نابود کردن از جمله یکی از مهمترین مقرهای فرماندهی داعش رو روس ها میگن این عملیات ها به درخواست رژیم اسد بوده و هدفش هم در واقع هدف این عملیات ها مبارزه با تروریست هستش و حضور اونها در سوریه حضوری موقتی خواهد بود همینطور مرکز رسانه هومس و از آن طرف خالد خوجه از رهبران اطلاف ملی سوریه هم گفتن در این حملات 36 غیر نظامی کشته شده کمیته همانگی محلی سوریه ICC هم انجام این حملات رو تایید کرده و گفته حملات در مناطق تلبسیه در شمال استان همس بوده جایی که موازه مخالفان رژیم اسد قرار داشته اما اشاره به کشته شدن غیر نظامیان نکرده از این سو هم آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته هدف حملات هوایی روس ها پشتیبانی از رژیم بشار اسد هستش حادی نوروزی کاپیتان تیم فوتبال پرس پولیس ساعت چهار صبح روز پنج شنبه نه مهر به دلیل سکته قلبی در خواب در خانه به کما رفته است او پیش از انتقال به بیمارستان آتیه تهران جان باخته و تلاش پزشکان برای احیای قلب وی ناکام مانده است. به گزارش خبر آنلاین میسم علی پور پزشک تیم پرسپولیس در مورد جزئیات درگذشت هادی نوروزی گفته است ساعت حوالی پنج بود که همسر هادی با من تماس گرفت و گفت حال هادی خوب نیست نمیتواند نفس بکشد او با اورژانس تماس گرفته بود و تلاش زیادی برای احیای این بازیکن در مسیر و بیمارستان شد اما قلبش از کار ایستاده بود هادی نوروزی سی سال سن داشت و یکی از بهترین بازیکنان پرسپولیس در لیگ پانزدهم بود وی که دارای دو فرزند بود در شهر کیاکولا یکی از شهرهای استان مازندران متولد شده بود و در فصل 85-86 به پرسپولیس پیوست اما حتی یک بار هم بازی نکرد و بعد از یک فصل نیمکت نشینی در تیم بزرگ پایتخت به داماش ایرانیان پیوست و در 22 بازی ده گل به ثمر رساند وی پس از درخشش در لیگ آزادگان هادی نوروزی به پرسپولیس بازگشت و در اولین فصل حضور مجددش در پرسپولیس بیشتر به عنوان بازیکن تعویزی به میدان میرفت و به مرور به یکی از بازیکنان ثابت تیمش تبدیل شد و در بیشتر بازیهای آسیایی یکی از یازده مرد اصلی پرسپولیس بود هادی نوروزی فصل 8889 را با درخشش آغاز کرد و در اولین بازی فصل مقابل مس کرمان دو گل به سمر رساند. در دربی 68 دیز توانست گل تصاوی پرسپولیس را به سمر برساند وی در این فصل بازی های زیادی برای پرسپولیس در پست های هافبک مهاجم راست و مهاجم نوک انجام داد که نهایتا منجر به دعوتش به تیم ملی توسط افشین قطبی شد در گذشت ناگهانی این بازیکن جوان بسیاری از همتیمی ها، هواداران و اهالی ورزش را در شک فرو برده است. علی دایی در پیام تسلیت خود در گذشت نوروزی را خبری بهتآور خوانده و نوشته است باورش سخت است ولی فوتبالمان در ازای یکی از بهترین هایش رخت سیاه بر تن کرده است. پرویز مظلومی سرمربی تیم استقلال نیز در گذشت نوروزی را از طرف کادر فنی، بازیکنان و هواداران این تیم تسلیت گفته است. جواد نکونام، کاپیتان سابق تیم ملی که اینک در تیم سایپا بازی می کند گفته است واقعا نمیدانم چه بگویم. همه بهت زده هستیم. ای کاش این خبر دروغ بود. مهدی رحمتی دروازبان و کاپیتان تیم استقلال هم در گذشت حادی نوروزی را به خانواده وی تسلیت گفته و در پیامی که در شبکه اجتماعی اینستاگرام منتشر کرده نوشته است هنوز رفتن حادی نوروزی را باور ندارم خاطرات هادی محجوب از یادمان میگذرد شماری از طرفداران تیم پرسپولیس پس از شنیدن این خبر در برابر اورژانس بیمارستان تجمع کردند و پلیس در تلاش است تا این افراد را به خیابان‌های اطراف بیمارستان هدایت کند برخی از بازیکنان پرسپولیس احمد رضا ابدزاده و پژمان جمشیدی دو بازیکن سابق فوتبال نیز در بیمارستان حاضر شدند گفته می شود پیکر هادی نوروزی برای بررسی دقیق علت فوت به پزشکی قانونی منتقل شده است. محمود خوردبین یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس گفته است که خانواده این بازیکن قصد دارند پیکر وی را در زادگاهش به خاک بسپارند. هنوز به طور رسمی محل دفن و تاریخ برگزاری مراسم تشییع پیکر هادی نوروزی اعلام نشده است. پرچم فلسطین روز چهارشنبه هشتم مهر ماه طی مراسمی برای اولین بار در جمع پرچم کشورها در مقر اصلی سازمان ملل متحد در نیویورک برافراشته شد این مراسم پس از سخنرانی محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد آقای عباس خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواهان عضویت کامل فلسطین در این سازمان شد و گفت فلسطین استحقاق آن را دارد که به عضو کامل در این سازمان بدل شود و تصریح کرد به خاطر ادامه شهرکسازی های اسرائیل در عراضی اشغالی فلسطینی دیگر مقید به توافق های امضا شده با اسرائیل نیست رهبر 80 ساله تشکیلات فلسطینی گفت خودداری اسرائیل از متحد شدن به توافق های امضا شده حاکمیتی بدون قدرت واقعی به آنها تحویل داده است و همچنین تصریح کرد تا وقتی اسرائیل از توقف فعالیت های شهرکسازی و آزادی چهارمین گروه زندانیان فلسطینی طبق توافقات خودداری می کند، گذینه ای برای فلسطینیان باقی نمی گذارد جز اینکه تاکید کنند فلسطینیان تنها طرفی نخواهند بود که به اجرای این توافق ها متعهد خواهند ماند در حالی که اسرائیل به طور دنبال دار آنها را نقض می کند. وی اعلام کرد که نمی توانند محدود به این توافق بمانند و اینکه اسرائیل باید مسئولیتهایش را به عنوان یک قدرت اشغالی بر عهده گیرد اشاره آقای عباس به توافق صلح سال 1993 میان اسرائیل و فلسطین در اسلو است که بر اساس آن فلسطینی ها اداره بخش های از مناطق اشغالی را در اختیار دارند رئیس دولت خودگردان فلسطین در سخنرانیش همچنین اسرائیل را به تهاجمات سازمان یافته مکرر به مسجد با هدف تحمیل واقعیت جدید متهم کرد و گفت چنین اقداماتی وضعیتی انفجارآمیز به وجود می آورد. درگیری ها در هفته های اخیر میان نیروهای اسرائیل و فلسطینیان در محوطه حساس مسجد الاقصا در بیتون مقدس ها را بالا برده و محمود عباس را بران داشته است تا نسبت به امکان وقوع انتفاضه سوم هشدار دهد آقای عباس گفت هدر دادن زمان در مذاکرات به خاطر مذاکرات دیگر مفید نیست و آنچه لازم است تجهیز تلاش های بین المللی جهت نظارت بر پایان اشغال همسو با قطعنامه های بین المللی است در واکنش به سخنران محمود عباس دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در بیانیه‌ای سخنان وی را فریبکارانه و محرک نارامی ها در خاور میانه توصیف کرد نخست وزیر اسرائیل که قرار است روز پنجشنبه نهم مهر در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کند در بیانیه‌اش آورده است که انتظار دارد و از تشکیلات خودگردان و کسی که ریاستش را دارد میخواهد مسئولانه عمل کند و پیشنهاد نخست وزیر اسرائیل برای مذاکرات مستقیم بدون پیش شرط را بپذیرد در مراسم برافراشتن پرچم فلسطین در میان پرچم کشورهای عضو سازمان ملل رئیس دولت خودگردان فلسطین این واقعه را یک لحظه تاریخی و یک روز افتخارآمیز خواند 20 روز پیش مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 119 رأی موافق، 45 رأی ممتنع و 8 رأی مخالف برافراشته شدن پرچم فلسطین و قرار گرفتنش در ردیف پرچم کشورهای عضو سازمان ملل متحد را تصویب کرد. یک منبع آگاه در وزارت خارجه جمهوری اسلامی که نام او برده نشده خبر توقیف یک قایق ایرانی به دست اطلاف ضد ها در یمن به رهبری عربستان سعودی را تایید کرده است این منبع آگاه در این حال خبر وجود محموله سلاح در این قایق را بیاساس خبرسازی دروغ و جنگ روانی خواند به گزارش خبرگزاری اینا این مقام وزارت امور خارجه ایران گفته است نیروهای اطلاف در پی رسوایی فاجعه اخیر منا به یک سناریوی نخنما و تکراری متوصل شدند این منبع همچنین اعلام کرده که وضعیت این لنج ماهیگیری در دست پیگیری است اعتلاف ضد حوسی ها در یمن به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه از توقیف یک قایق باری ایرانی به مقصد یمن خبر داد به گزارش خبرگزاری رویترز این اعتلاف اعلام کرده است که این قایق روز شنبه هفته جاری در دریای عرب توقیف شده و حامل انواع گلوله خمپار انداز و سایر تجهیزات نظامی برای نیروهای حوسی طرفدار ایران بوده است این منبع آگاه در وزارت خارجه ایران گفته است که مردم یمن برای مقابله با متجابزین به سلاح ایران نیاز ندارند در همین حال سرتیب احمد اسیری مشاور دفتر وزیر دفاع سعودی روز چهارشنبه هشتم مهر گفت تلاش ایران برای قاچاق سلاح به ها در یمن نشانه سردرگمی و سرخوردگی تهران و حوسی پس از مشاهده بازگشت ثبات به یمن و شکست طرح هاست آقای اسیری ساعتی پس از انتشار خبر توقیف یک لنج ایرانی حامل سلاح در دریای عرب در گفتگو با تلویزیون الحدث گفت نیروهای اطلاف تلاش برای قاچاق سلاح به حوسی ها را با شکست روبرو کردند و سلاح را ضبط کردند او همچنین به عملیات دیگری اشاره کرد ولی گفت که بهتر است اکنون اعلام نشوند مشاور دفتر وزیر دفاع سعودی گفت این بزرگترین عملیات قاچاق سلاح به حوسی ها پس از برقراری ممنوعیت دریایی علیه یمن جهت جلوگیری از قاچاق سلاح به کودتاچیان از ماه مارس گذشته به شمار می رود. محمد جواد ظریف وزیر خارجی ایران روز چهارشنبه در سخنانی در شورای امنیت سازمان ملل گفت یک یا دو کشور همسایه ایران از درک تهدید و سرنوشت مشترک ناشی از اقدامات تروریستی و افراط گرایان ناتوان هستند و به همین دلیل برخورد غیر دارند که اخیرا در نحوه رفتارشان با قربانیان فاجعه منا بروز یافت آقای ظریف بدون نام بردن از عربستان سعودی گفت جهان هنوز همدستی آنها در ایجاد القاعده و طالبان و جنایات صدام علیه مردم ما و مردم خودش را فراموش نکرده است اینها از جمله عوامل عمده ای بودند که به ظهور گرایی خطرناک تکفیری انجامیدند آقای ظریف در عین حال خواستار گفتگوهای جدی و همکاری با همسایگان ایران برای حل مشکلات منطقه شد هفته گذشته وبسایت اقتصاد نیوز با انتشار تصویر فیش حقوقی یکی از کارمندان دولت نوشت برخی از کارمندان آموزش و پرورش پس از دریافت فیش حقوقی شهری ماه خود متوجه شدند که از حقوق هر کدام از آنها بدون اطلاع قبلی دو هزار تومان بابت کمک به مردم یمن کم شده است پیشتر نیز عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی در گفتگو با شبکه تلویزیونی العربیه ایران را متهم کرد که شریک کودتای حوسیها در یمن و عامل اصلی ویرانی سوریه است غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران دست دادن محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا را با جاسوسی مقایسه کرد وی چهارشنبه هشت مهر گفت جاسوس تنها کسی که مستمری بگیر و دریافت کننده ی حقوق از دشمن نیست بلکه او میتواند زمینه و بستر را برای ورود دشمن فراهم کند یعنی دشمنی دشمن را کمتر می کند و می گوید آمریکا دیگر دشمن نیست و سر عقل آمده چرا اجازه نمی دهیم با اوباما دست داده شود؟ آقای ایجهی که در جلسه بسیجیان قوه قضایی صحبت می کرد گفت نیروهای امنیتی مراقب نفوزی ها و جاسوس ها باشند چون کارهای آنها ناپیداست وی تصریح کرد کسی که امروز برای آمریکا شیطان بزرگ بخواهد جاسوسی کند و با آن کشور همکاری کند مجرم، خائن و قابل مجازات است قلام حسین محسنی اجرایی بدون نام بردن از وزیر خارجه ایران گفت آیا مشکلات ما با سازش و کوتاه آمدن و دست دادن حل می شود و یا با مقاومت کردن و ایستادن؟ در همین حال علیرضا زاکانی رئیس کمیسیون ویژه بررسی برجام مجلس نیز دست دادن آقای ظریف با اوباما را خطایی نابخشودنی و مستاق بارزی از زمین سازی آمدانه یا جاهلانه برای نفوذ سیاسی دشمن در شرایط پسا برجام توصیف کرد آقای زاکانی روز چهارشنبه هشت مهر گفت ادعای اتفاقی بودن این دیدار در عرف بین الملل پذیرفتنی نیست و معمولا چنین کارهایی با هماهنگی های دلالان سیاسی پشت پرده صورت می گیرد. در همین حال تعدادی از نمایندگان مجلس در تذکرها و نطقهای خود به این اقدام وزیر خارجه ایران اعتراض کردند. از جمله بهرام بیران بند، نماینده بروجرد در مجلس گفت وزیر خارجه ایران غلط زیادی کرده که با رئیس جمهور آمریکا دست داده است. در واکنش به گفته های نماینده بروجرد محمد حسن ابو ترابی نایب رئیس و رئیس جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس خواستار رعایت ادب و همچنین حفظ شعن وزیر خارجه ایران به عنوان یک مقام رسمی شد و دستور داد تا برای دقایقی میکروفون آقای بیرانبند قطع شود نماینده بروجر در مجلس پس از وصل شدن میکروفونش از آقای ظریف خواست که استعفا دهد و خطاب به او گفت که لا به اندازه یک جوجه خروس غیرت داشته باشید. محمد حسن ابو ترابی رئیس جلسه علنی مجلس در پایان تذکر به آقای بیرانوند خطاب به او گفت که غیرت آقای ظریف در دفاع از انقلاب و رهبری و خون شهدا کمتر از بنده و شما نیست و شایسته نیست افرادی که خدمت به انقلاب امام و رهبری انقلاب را نشان دادهاند با ادبیاتی ناشایست مورد نقد قرار دهیم حمید رسایی نماینده تهران در مجلس در تذکری با اشاره به گفته های مطرح شده درباره اتفاقی بودن دیدار محمد جواد ظریف و باراک اوباما گفت حتما سال آینده نیز میگویند به طور اتفاقی می پرند بغل همدیگر و روبوسی می کنند آقای رسایی هشدار داد مبادا به طور اتفاقی سند ذلت این ملت در این مجلس تصویب شود آقای رسایی خطاب به آقای ظریف گفت چطور به طور اتفاقی راه خود را کج نکردی تا با دست چودنی مواجه نشوی چرا به طور اتفاقی راحت را کج نکردی تا با دستی که به خون مسلمانان و ملت ایران آلوده است دست ندهی ما این موضوع را پیگیری می‌کنیم دولت افغانستان اعلام کرد کنترل بخش مهم شهر قندوز را سه روز پس از افتادن شهر به دست نیروهای طالبان پس گرفته است مقام افغان گفتند عملیاتی که در طول شب پنجشنبه نهم مهر آغاز شد به بازپسگیری مراکز دولتی و وارد شدن تلفات سنگین به طالبان منجر شده است به گزارش خبرگزاری ها وزارت دفاع افغانستان صبح روز پنجشنبه نهم مهر اعلام کرده است که در این عملیات 150 مخالف مسلح کشته و 90 نفرشان زخمی شدند طالبان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده اما تصاویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده ظاهرا نیروهای دولتی را در نواحی اطراف شهر نشان میدهد سربر حسینی سخنگوی رئیس پلیس قندوز روز پنجشنبه نه مهر گفت ارتش دفاتر دولتی دفتر رئیس پلیس و ساختمان وزارت اطلاعات را پس گرفته و اجساد اعضای طالبان در سطح شهر پراکنده است صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان هم در توییتر نوشت نیروهای خاص امنیتی کشور کنترل شهر قندوز را به دست گرفته و عملیات پاکسازی همچنان جریان دارد تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده است ژنرال ظاهر ظاهر یک مقام ارشد وزارت کشور گفته است صدها جنگجوی طالب کشته شدند و اجسادشان در جاده ها باقی مانده است این اخبار پس از آن منتشر می شود که وزارت کشور افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد عملیات بازپسگیری شهر قندوز به زودی آغاز می شود پیش از این گزارش های منتشر شده بود مبنی بر اینکه جنگجویان طالبان در تازه ترین حرکت پس از اشغال قندوز یک مقر نظامی در منطقه بالاحصار را تصرف کرده و تسلط خود بر شهر را گسترش دادند طالبان قلعه بالاحصار را طی دو روز گذشته در اختیار داشت و یک مقام امنیتی افغان به خبرگزاری رویترز گفت که تقریبا دویست سرباز ارتش پس از اتمام آزوقه و مهمات این مقر را ترک کردند سرنوشت این قلعه اکنون معلوم نیست با این حال گزارش ها حاکی از ادامه نبردها در برخی نواحی است رویترز همچنین به نقل از مقام های ائتلاف گزارش داده که نیروهای ویژه آمریکایی و متحدان آن مستقیما وارد نبرد با شورشیانی شدند که فرودگاه قندوز را محاصره کرده بودند در روزهای اخیر همچنین گزارشهایی از نبرد در ولایت مجاور در بغلان وجود داشته به طوری که گفته شد یک مقر سابق ناتو هدف حمله قرار گرفته همچنین گزارش های از درگیری در چند نقطه ولایت تخار در شرق قندوز میرسد طالبان همچنین مدعی اشغال ناحیه در ولایت فراه شد خبرنگاران میگویند طالبان سعی در گشودن جبههای های مختلف دارد تا باعث انحراف توجه ارتش از قندوز شود و نیروهای ارتش را بپراکند